سلام، خوش اومدید به کانال خودتون. دکتر ربیعی هستم و امروز اطلاعاتی در مورد داروی ونلافاکسین با شما به اشتراک میذارم. سروتونین و نورپینفرین دو انتقال دهنده مهم عصبی در مغز هستند که در کنترل احساسات فرد نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنند. سروتونین در فرآیندهایی مثل خلق و خو، احساسات، استراب، پرخاشگری، خواب و اشتها نقش بسیار مهمی داره و نورپینفرین هورمونی هستش که در بالا بردن انرژی و هوشیاری فرد نقش داره. زمانی که فعالیت این دو انتقال دهنده عصبی در مغز کاهش پیدا میکنه، فرد دچار اختلالات روحی میشه. داروهای ضد افسردگی برای درمان انواع بیماری ها از جمله افسردگی و سایر اختلالات روحی و روانی مورد استفاده قرار می گیرند. ونلافاکسین یکی از این داروهاست که غلظت سروتونین و نورپینفرین رو در مغز افزایش میده. ونلافاکسین برای درمان اختلالاتی مثل افسردگی اساسی، استراب فراگیر، استراب اجتماعی و اختلالات پنیک یا هراس کاربرد داره. داروی ونلافاکسین به صورت قرص و کپسول‌های سری و آهسته رهش در دوزهای 37.5، 75 و 150 میلی گرم در داروخانه‌های کشور موجوده. دوز این دارو حتما باید توسط پزشک یا روانشناس تعیین بشه، اما به صورت معمول ابتدا با دوز کم یعنی 37.5 میلی گرم یک بار در روز شروع به مصرف میشه و بعد از سازگار شدن با بدن بسته به نظر پزشک با دوز بالاتر از 1 تا 3 بار در روز قابل استفاده است. برای پیشگیری از عوارض گوارشی بهتره که این دارو رو همراه با غذا یا بعد از غذا میل بکنید. ممکنه که حداقل 4 هفته طول بکشه تا دارو اثر خودش رو نشون بده و با توجه به شرایط بیمار باید حداقل تا 6 ماه این دارو مصرف بشه. در بازه مصرف داروی ونلافاکسین از مصرف الکل خودداری کنید. این دارو ممکنه که سبب خواب‌آلودگی یا تاری دید بشه. پس از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارن خودداری بکنید. از قطع ناگهانی داروی ونلافاکسین خودداری بکنید. کاهش تدریجی دوز طی 4 هفته میتونه به جلوگیری از علائم شدید ترک کمک کنه. تهوع، خواب‌آلودگی، خشکی دهان، افزایش تعرق، یبوست، از دست دادن اشتها، تاری دید و مشکلات خواب از عوارض مصرف داروی ونلافاکسین هستند. از مصرف همزمان داروی ونلافاکسین با مهار کننده های مونوامین اکسیداز، داروهای کاهنده وزن، داروهای خواب‌آور مثل آلپرازولام و دیاسپام، داروهای شل کننده عضلانی و آنتی هیستامین هایی مثل سیتریزین و دیفنهیدرامین اجتناب کنید. داروی ونلافاکسین در گروه C بارداری قرار میگیره و در زمان بارداری فقط با تجویز پزشک قابل مصرفه و این دارو در دوران شیردهی توصیه به مصرف نمیشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اینجا براتون یک ویدیوی پیشنهادی گذاشتم و اگه سوالی در مورد این دارو یا داروهای دیگه داشتید اینجا کامنت بکنید، من در اسرع وقت بهش جواب میدم.